خانم ها آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیز، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همه شما اولتیماتوم علی خامنه ای رو به کشورهای غربی، ضمن اینکه این تعهدنامه ایران یعنی برجام رو مورد تایید قرار داد، خطاب به کشورهای غربی شنیدید. اما واقعا نگرانی این آقای معظم از این برنامه اتمی ایران که 16 سال عمر و ثروت‌های بسیاری از مردم ایران رو به هدر داد و همه رو، همه این فعالیت‌ها رو و همه این سرمایه‌ها رو نابود کرد، از این حرف‌های ضد و نقیض چیه؟ کسی که از اولین روزها خودش بدونی که حسن روحانی و رفسنجانی در این جریانات دخالت داشته باشن، در زمان احمدی نژاد، همونطور که آگاه هستید، دکتر ولایتی مشاور دست راست خودش رو میفرسته به مسقط و عمان و در اونجا با مقامات آمریکایی، یعنی آقای برنز معاون وزارت خارجه آمریکا، تماس میگیره. روزهای متوالی با آمریکایی‌ها شروع میکنن صحبت کردن بدون این که خبرگزاری های جهان آگاه باشن، و یکی از شروطش این بوده. میشینه و به اظهار تمایل میکنه که ما میخوایم با شما مذاکره کنیم، و بعد ابراز میکنه که این آمریکایی‌ها بودن که به ما اظهار تمایل کردن. حالا بگذاریم. و بعد از این که حسن روحانی رو با اون بازی ها در انتخابات شرکت داد و به اصطلاح حسن روحانی برنده شد، میانه روها آمدن رو کار، کسی رو که قبلا در شورای امنیت ملی در زمان خاتمی بعدن فحش میداد بهش که اینها بودن که وقت مردم ایران رو گرفتن و در قراردادهایی که داشتن با غرب میبستن تمام دستاوردهای ایران رو از بین بردودن، از این یاوه‌گویی ها ناگهان حسن روحانی از صندوق‌های رأی درآمد و ظریف و حسن روحانی شروع کردند به روابط حسنه با غرب برقرار کردن، و مدت دو سال نیم در مذاکرات فشرده در شهرها و کشورهای مختلف بالاخره به نتیجه رسیدن و این برجام رو تصویب کردن. در تمام این مدت همه هیئت‌های نمایندگی 5 به اضافه 1، همه خبرگزاری‌های خارجی می‌دونستان که کوچکترین مسئله‌ای از دید علی خامنه‌ای دور نیست و اوست که در حقیقت رهبری می‌کنه. اما از اونجا که رندی آخوندی رو داره، تمام مدت با وجود که در همه کارها حتی در ریزترین مسائل دخالت می‌کرده، خودشو یه جوری نشون میداد که بنده در این مورد دخالت نمی کنم و استقلال داره دولت که در این امور دخالت کنه، و من هم اگر نظر مشورتی باشه در این موارد اشاراتی میکنم، که همه میدونن که او دروغ میگه. همه میدونن. حتی همین هفته گذشته علی لاریجانی تو مجلس در جواب اون عربده کشایی که تو این طویله مجلس عربده میکشیدن و به اصطلاح مخالفت میکردن با برجام، گفت این یک کار متوجه نیست، این مسئله قبیله ای نیست، و اونا رو سر جاش نشوند. حجازی همه کاره بیت رهبری دفتر علی خامنه ای به اتفاق ظریف و علی لاریجانی نشستن و این طرح رو ریختن که چگونه در طویله مجلس بلافاصله تصویب بشه و در این چه شورای آخوندا وقتی که میره اونجا شورای نگهبان
بلافاصله مورد تایید قرار بگیره و تموم بشه کارش. علی خامنه‌ای هم به طور ضمنی این موضوع رو تایید کرد که این برجام در شورای امنیت ملی تصویب شده، در مجلس تصویب شده. از این حرفا که همیشه میزنه تشکر کرد از نمایندگان، خصوصا نمایندگانی که این کمیسیون برجام رو تشکیل دادن و دقیق شدن در مسائل، و روزنامه ها، یعنی مزدورار خودش مثلا حسین شریعت مداری و بقیه، اینا که روزنامه نگار نیست، همین شکنجگران، از اینا تشکر کرد که با دقت برجام رو مورد رسیدگی قرار دادن و مردم ایران رو آگاه کردن. اما چند تا شرط گذاشت. یکی این که اگر این کشورهای غربی در آینده کوچکترین ایرادی از مسئله حقوق بشر در ایران بگیرن، یا ایران رو متهم بکنن که با تروریسم جهانی ارتباط داره، یعنی رهبری میکنه نه ارتباط داره، و یا ایران در منطقه به شروع به تحریک میکنه، این برجام خود به خود لغو میشه. یکی نیست از این مردک بپرسی که تو در شرایطی نیستی که برای غرب، و یکی دیگه این که حتما رئیس جمهوری آمریکا این تصویب نا این به اصطلاح تفاهم نامه را امضا بکنه و همچنین رؤسای کشورها. گفتم یکی نیست به این مردک بگه تو در شرایطی نیستی که برای غرب تعیین تکلیف بکنی، این شما بودید که به دامان غرب آویختید، این شما بودید که اقتصادتون زمینگیر شده، این شما بودید که درآمد نفتیتون از 110 میلیارد رسید زیر 30 میلیارد و فروش نفتتون از 2.5 میلیون بشکه رسیده به 700 به 800 بشکه، اونم با تخفیف‌های شدید. حالا شما برای کشورهای غربی که دست بالا رو دارن تو این تعیین تکلیف میکنید. همه میدونن که اینا فقط برای اینی که به مردم ایران نشون بده در این مدتی که ما هارت و پورت میکردیم، و این یکی دیگه این که ما هرگز به آمریکا اعتماد نداریم. آخه شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل رو اگه شما از جمهوری اسلامی بگیرین چی باقی میمونه؟ اینا چه کار درخشانی تو میهن ما کردن؟ اقتصاد خوب کردن؟ روابط بین المللی ما خوبه؟ ما توانستیم این دستجات تروریست رو از اطراف خودمون دور بکنیم؟ نگاه کنید در افغانستان، نگاه کنید در عراق، نگاه کنید در کشورهای دیگه که نزدیک مرزهای ایران هستن. حالا این نگاه کنید به روابط ایران، 460 خورده ای حاجی ایرانی رو کشتن، یک کشور اسلامی دعوت این مردک خامنه ای رو برای تشکیل گروه حقیقت یاب نپذیرفت، اصلا اعتنا نکردن به ایران. 26 نفر از مقامات امنیتی و سفرهای ایران در مناطق مهم منطقه را دزدیدن. اینقدر اینا بیشعور بودن تشخیص ندادن که اینا رو نباید بفرستن در جایی که امکان این هست که اینا رو بوده بشن، چون سابقه شو در عربستان داشتن. و جالب اینه که من هفته پیش گفتم کارهای امنیتی حج رو امسال یک شرکت بزرگ اسرائیلی به عهده گرفته بوده. وقتی که یک کشور که ادعا میکنه از نظر امنیتی بر تمام خاورمیانه و نمیدونم آمریکا و کانادا و فلان مأمور داره و حرکات اونا رو از نظر امنیتی رصد میکنه، اینقدر شعور نداشته باشه که این آدمایی که میفرسته حفاظتشون بکنه، حالا شروع کردن گریه‌زاری که عربستان رو تهدید کنن، ما عربستان رو با موشک داغون میکنیم. خودشون هم میدونن که این خبرها نیست. اما برای این که بهتون بگم چرا خامنه ای اینقدر سینه به تنور میچسبونه و راجع به حقوق بشر صحبت میکنه، یه فیلم کوچکی از یک زن شیش زن ایرانی
که ببینید در برابر این زندان اوین چگونه جواب اینا رو میده. خامنه‌ای دوست نداره عمیانان گرامی از این صحنه‌ها، کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی به این صحنه‌های فجیع و خجالت‌آور اشاره بکنند. او میخواد این تضمین رو از آمریکا بگیره که ما هر غلطی تو ایران میکنیم کسی کوچکترین اعتراضی نکنه. ما بدتر از داعش سر ببریم، چشم دراریم، دست ببریم و همه به ما تعظیم و تکریم بکنن. نفت رو زیر 50% تخفیف بپروشیم، گاز رو همینطور و پولاشو برداریم بیاریم اینجا تو همین امریکا، تو همین نزدیک لس آنجلس فروشگاه‌های بزرگ و عظیم درست بکنیم، فروشگاه مواد غذایی و روزهای محرم و نمیدونم سفر و نمیدونم از این چیزا، به مردم غذای مجانی بدیم و اینا دعا کنن به جمهوری اسلامی. دستهای سینه زنی اینجا را بندازیم، 400 تا شرکت به وجود بیاریم. اینا میخوان با پولشون هم سر ببرن در خارج از کشور، مثل بختیار، مثل فریدون فرخزاد، و نفس ماها رو بگیرن و به ما بگن که شما حتی در آمریکا و اروپا هم در آسایش نیستید، تأمین ندارید. و من واقعا همیهنانی گرامی اینو بهتون بگم، از این همه خونسردی ایرانیان در این ایالات متحده به خصوص این لس آنجلس واقعا بعضی وقتا عرق شرم بهم میشینه. این تلویزیون پارس که من توش یکی از فعالینش هستم، برنامه سازش هست، تمام مدت این مشکل مالی رو ما داریم و این 700 هزار نفری که در این شهر زندگی میکنن یک نفرشون با درخواست های شهر همین فقط بلدن بنده رو تو خیابون ببینن، میبودی رو ببینن، مشیری رو ببینن، پارسا رو ببینن، نمیدونم ناصر انقطاع رو ببینن، پرویز قاضی‌سعید تو همین بچه هایی که اینجا برنامه ساز هستن ببینن آقا مرسی تشکر میکنیم، فقط تلویزیون شماست که، ولی کمک هیچ، کمک فقط کسانی میکنن که حداقل درآمد رو دارن در اروپا و در امریکا. من حیرت میکنم تنها یک سنگر مونده اونم مایی، ولی کمک نمیکنن. بریم ببینید این تلویزیون آخوندی اعلام میکنه ما به 100,000 دلار احتیاج داریم. اینا که از جمهوری اسلامی دزدیدن پولا رو آوردن اینجا، همون دو روز اول پولش رو تامین میکنه. اینه که جمهوری اسلامی به خودش اجازه داده ده ها شرکت در اینجا وجود بیاره، فروشگاه های بزرگ، حمل و نقل، همه چی در تمام دستگاه های این به اصطلاح لس آنجلس و ایالات متحده و کانادا و استرالیا و اروپا یواش یواش جمهوری اسلامی داره نفوذ میکنه مثل سرطان. و همه ما خونسرد نشستیم نگاه میکنیم و من چند وقت دیگه بعید نمیدونم که اینا تو خیابون زنای ما رو ببینن شروع کنن اعتراض کردن، کتک زدن که چرا مثلا اینجوری لباس پوشتیم، همونطور که توی ونکوور من دیدم. یعنی وقاحت رو تا این اندازه بیارن بالا و دائم اختلاف انداختن بین ایرانی ها، به جایی که ما متحد بشیم بر علیه این کشت، این جمهوری ننگین اسلامی، همه اون میپریم به هم دیگه. این سلطنت طلب، این چپ، این راست، این میانه رو، آقا ول کنید اینا رو. اما در نیویورک یک نشستی تشکیل شده از زنان موفق ایرانی در دانشگاه نیویورک. بله، من بعضی وقتا آرزو میکنم کاش زن بودم، باور کنید. ای کاش من به جای اینکه مرد بودم زن بودم. اما راجع به کمک گفتم، ما هیچ احتیاجی به کمک پولی نداریم، هرچند که داریم. ولی خطاب من به اون شرکت ها و کسبه ایرانی است کم کم شده دیگه کنند.
به ما بیایید بیایید چون سیاست چون سیاست ولی من خواهد علت وجودی شما در اینجا چیه؟ برای کاسبی آمدین؟ خب شما تو ایران که بیشتر میتونستین این کارا رو بکنین. حتی اگر برای کاسبی هم آمده باشید چرا آگهیتون رو به ما نمیدین؟ چرا آگهیتون رو به این فیلم هایی میدین که تو ترکیه پخش میشه پر از عراجیفه و مرتب آگهی شما برای بیشتر اونا رو میبینن. اونایی که اون آگهی اون فیلم ها رو میبینن کسانی نیستن که آگهی های شما به دردشون بخوره. اما امروز مثل این که همه شرایط داره جور میشه راجع به شجاعت و عظمت زنان ایرانی. در پاریس یه خانم ایرانی به همه پناهجویان، نه ایرانی ها، کمک میکنه برای اینکه اینا بتونن سرپناه گیر بیارن. به این فیلم توجه کنید، ببینید چه کار عظیمی این زن ایرانی داره انجام میده در اونجا. ما ایرانیایی که دلمون میخواد وقتی که از ایران میایم بیرون تمام درا بهمون باز باشه، خودمون رفتار خیلی فاشیستی داریم با این افغانا. حرفی که این افغانه زد و گفت که در بسیاری از پارک ها شهرها ما اجازه رفت آمد نداریم، واقعا اگر در یک کشور اروپایی صورت بگیره ده ها هزار نفر اعتراض میکنن، شاید صدها هزار نفر، شاید میلیون ها نفر. ما خودمون آواره ایم، اونم در یک حکومتی که به اصطلاح اسلامیه ولی بدتر از شمپ به قول خودشون، بدتر از هرمله، بدتر از کثیف‌ترین حکومت‌های جهانی اینا رفتارشون با افغان هاست. اگه یکی یا ده تا یا هزار نفر از یه ملیتی دست به یه کارای خلاف میزنن، این دلیل نیست که همه اون مردمی که از اون کشور آمدن همه خلافکارن. واقعا برای من تعجب آوره، شرم میکنه آدم وقتی که این رفتار تو حکومت جمهوری اسلامی رو با این افغان ها میبینه. در این قسمت از برنامه همیهنان گرامی طبق معمول گفتگو میکنم با دوست و همکار بسیار عزیزم دکتر مصطفی دانش. دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای فرجی. دکتر دانش، این سفر اسد در شرایطی که هواپیما ها و موشک های روسیه داره سوریه رو میکوبه، آمریکا و متفقینش میگن اینا همه رو میکوبن جز داعش، ولی گزارش روزنامه‌های بی‌طرف حکایت از این داره که عده زیادی از این آدمکش‌های داعش در حال فرار به ترکیه هستن و کشورهای اطراف، و درست در این همچین شرایطی اسد به مسکو رفته. برای چی رفته به مسکو؟ ببینید، اول باید به این مطلب اشاره بکنیم که چرا اصلا پوتین رئیس جمهور روسیه دعوت میکنه از آقای بشار اسد که به روسیه بره. یعنی در واقع این که پوتین میخواد به این ترتیب مطرح بکنه که بازیگر اصلی در خاورمیانه است، یکی از بازیگران اصلی روسیه در خاورمیانه است، در این مورد شکی نیست. این پیامی است که پوتین داره به غرب و آمریکا میده. و خب باید این مطرح بکنیم که در روزهای گذشته با حمله هواپیماهای روسیه در داخل سوریه، امکانات زیادی برای ارتش بشار اسد و در کنار ارتش بشار اسد حزب الله لبنان، نیروهای حزب الله لبنان و سپاه قدس ایران به وجود آمده که بتونن به استان حلب حمله بکنن، دهات و شهرهای زیادی را در این استان به تصرف خودشون در بیارن. و گفته میشه که صدها نفر و حتی روسها مطرح میکنن که هزارها نفر از نیروهای رادیکال اسلامی به ویژه داعش در حال فرار هستن، و این چیزیش که مطبوعات روسیه مطرح میکنه. اینی که امروز بشار اسد وارد مسکو میشه به این دلیلی که بشار اسد بعد از سال 2011 شروع شورش در داخل سوریه این امکانو پیدا میکنه، این
احساس رو پیدا میکنه که از لحاظ امنیتی براش خطری در داخل سوریه وجود نداره و حتی در پروازی که به مسکو خطری وجود نداره و یه چنین پروازی رو به مسکو انجام میده و این نشون دهنده اینه که موضع خودش رو در تقویت میدونه. البته خود سیاستمداران آمریکا هم در این رابطه صحبت کردن. سیاستمدار آمریکا نه تنها انتقاد شدیدی به روسیه کردن به خاطر ملاقات پوتین با بشار اسد، بلکه چنین مطرح میکنن که امروز بشار اسد جسورانه عمل میکنه. یعنی باید به این مطلب اشاره بکنیم، این به چه معناست که موقعی که آمریکا مطرح میکنه یا سخنگوی کاخ سفید مطرح میکنه که بشار اسد جسورانه عمل میکنه؟ این به نظر من نتیجه اونه که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته مواضع بشار اسد در داخل سوریه تقویت شده و امروز روسیه ادعا میکنه کشور جهانی است، قدرت جهانی است و این قدرت جهانی در کنار کشورهای مانند ایران و حزب الله لبنان و حتی عراق در کنار سوریه قرار گرفته و چنین احساسی به بشار اسد دست میده که میتونه چنین سفری رو بکنه. به یاد داشته باشیم که چند روز پیش وزیر امور خارجه آلمان در ایران اعلام کرد که بدون بشار اسد امکان مذاکره و آتش‌بس در داخل سوریه وجود نداره. البته اون جمله‌شو ادامه میده و میگه آینده‌ای هم با بشار اسد وجود نداره. ولی این صحبتی رو که وزیر امور خارجه آلمان اشتاینمایر میکنه بدین معناست که لااقل در مورد انتقال قدرت، یعنی در چند ماه یا چند سال اولی که قدرت باید انتقال پیدا بکنه در داخل سوریه از رژیم بشار اسد به نیروهای دیگه، بشار اسد میتونه در قدرت بمونه و این مطلبی است که به نظر من آمریکا و کشورهای غرب اونو پذیرفتن. آلمان اینا علنا داره افشا میکنه و مطرح میکنه و حتی صدر اعظم آلمان خانم مرکل چند مدت پیش اعلام کرد که ما باید با بشار اسد صحبت بکنیم. دوستانش جالب اینجاست که نه تنها این تغییرات داره در سوریه انجام میشه، بلکه کردای سوریه و کردای عراق و شاید هم پکاکا، من نمیدونم، اما خود عراقی ها که تا به حال میدونید که قراردادهای متعددی با آمریکا دارن، هنوزم بعضی از نیروهای آمریکایی در عراق حضور دارن، اینا همگی دارن استقبال میکنن از حضور روسیه در سوریه. واقعا این وضعیت چگونه است؟ حالا ایران که خب تاکتیکی داره با روسیه نزدیکی ایجاد میکنه و سابقا بوده، ولی دولت عراق، کردهایی که بیشترین اسلحه ها رو از امریکا دریافت کردن، اینا چطور در این شرایط قرار گرفتن که روسیه رو تایید میکنن؟ ببینین شرایط سوریه و عراق به قدری بغرنجه که نمیشه راه حل ساده ای رو نشون داد. یعنی در واقع اون چیزی که ما میخواییم در عراق و سوریه انجام بدیم بغرنجی های اساسی داره، تا جایی که شما به درستی مطرح میکنید، یعنی همپیمانان آمریکا در منطقه، بزرگترین همپیمانان آمریکا در عراق و در سوریه در واقع کردها هستند، یعنی یگانهای مدافع خلق کردستان و میدونیم که یگانه های مدافع خلق کردستان از شاخه در واقع نیروهای نظامی شاخه حزب کارگری ترکیه هستند که در لیست فکاکا هستند که در لیست ترور آمریکا قرار دارن. و جالبه درست این یگانه های مدافع خلقی کردستان عراق نمایندگاشون قبل از اینکه بشار اسد وارد مسکو بشه سفری داشتن به کرملین و با پوتین صحبت کردن. یعنی درست اون نیروهایی که آمریکا بهشون کمک میکنه و متحدین اصلی آمریکا در سوریه و در عراق هستن و اسلحه میده در کنار روسیه قرار گرفتن. این خیلی مهمه، باید بهش اشاره بکنیم. همین دو روز پیش قبل از اینکه بشار اسد سفری به مسکو بکنه، آقای صالح مسلم رئیس تشکیلات کردستان سوریه است، رئیس تشکیلات یگانه های مدافع خلقی کردهاست و این سفری به داخل روسیه داشته، به کاخ کرملین داشته و مورد حمایت پوتین قرار گرفته. و جالبه که نیروهای کردی که طرفدار آمریکا هستند و آمریکا 50 تن سلاح در روزهای گذشته برای اونا پرتاب کرده، از روسیه چنین میخوان، توجه بکنی آقای فرجی، از روسیه میخوان که حملات خودشون فقط بر علیه داعش انجام نده، بلکه این حملات بر علیه جبهه النصرت یعنی القاعده و احرار الشام
انجام بده و چنین مطرح میکنن که احرار الشام و جبهه النصرت همونقدر خطرناکه که داعش خطرناکه. یعنی درست در موضع تضاد با آمریکا قرار میگیرن. آمریکا به روسیه انتقاد میکنه و نیروهای غرب با آمریکا و دولت‌های غرب به روسیه انتقاد میکنن که اونها فقط بشار اسد رو به معذرت میخوام به داعش حمله نمیکنن بلکه به نیروهای دیگر هم حمله میکنن. درست همون چیزی که در واقع نیروهای کرد میخوان آمریکا به اون انتقاد میکنه. و به نظر من باید به این مطلب اشاره بکنیم که در روزهای گذشته من معتقدم و با اخباری که پخش میشه موفقیت روسیه در داخل سوریه چشمگیر بوده و تا جایی که ائتلاف دولت العبادی، این خیلی مهمه، ائتلاف در دولت العبادی و شیعان عراق از روسیه میخوان که وارد و دخالت بکنه در جنگ علیه داعش در داخل عراق و اینو نیروهای زیادی مطرح کردن و حتی نمایندگان مجلس اینو مطرح کردن و گفته میشه العبادی هنوز جوابی نداده، برای اینکه یوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک که ارتش آمریکا چند روز پیش در عراق بوده و از العبادی و وزیر دفاع عراق خواسته که به روسیه اجازه ندن وارد جنگ بشه، ولی گفته میشه که العبادی هنوز تصمیم نگرفته و خواست ائتلاف ملی در داخل بغداد و خواست شیعانی که برای داعش میجنگن، یعنی در واقع 100,000 نفر نیروی شیعی که در برای داعش در داخل عراق میجنگه، اینه که روسیه وارد بشه و در جنگ علیه داعش در داخل عراق حمایت بکنه از نیروهای عراقی و در این جنگ شرکت بکنه. دوستان شما فکر نمی‌کنید که روسیه با دخالتش در مسئله سوریه و عراق و کردها خودش هم منافع خودش هم در نظر میگیره، برای اینکه این آسیای میانه و خاک پهناور روسیه هم در خطر تروریسم همین افراطگرایی اسلامیست نیست اینطور؟ ببینین اون کاری که روسیه داره در سوریه انجام میده برای من تا به حال تعجب آور بود که روسیه قبلا، یعنی در ماهای گذشته، چنین کاری انجام میده. روسیه کشوری است که از همه کشورها در منطقه بیشتر مورد خطر داعش و نیروهای رادیکال اسلامی است. در گذشته میدونیم که زمانی که طالبان در افغانستان حکومت میکردن نیروهای زیادی از داخل افغانستان، یعنی پیشکسوتان جنگ در جنگ سرد، پیشکسوتانی که بر علیه نیروهای شوروی در افغانستان مبارزه میکردن، در داخل افغانستان با کمک مالی عربستان سعودی دوره می‌زدند و از طریق آسیای میانه تاجیکستان و ازبکستان وارد چچن می‌شدند. ما می‌دونیم که در واقع روسیه دو جنگ در سال‌های 90 بر علیه نیروهای رادیکال اسلامی در چچن داشته، تعداد زیادی هزارها نفر سرباز روسیه در واقع به قتل رسیدند و این کشور یا بگیم چچن نابود شد و تخریب شد و روسیه هم اکنون مطرح می‌کنه که در مرزهای افغانستان و تاجیکستان بیش از 4,000 نفر از نیروهای داعش جابجا شدند. خب چند روز پیش هم طالبان این مطلب رو تأکید کردند و به این مطلب باید اشاره بکنیم که میدونیم شهر مهم قندوز رو تسخیر کردند، تصرف کردند، مدتی در این شهر بودند و این واقعا نشانه اونه که در مرزهای تاجیکستان، در اون طرف مرزهای، یعنی در افغانستان، نیروی زیادی بلدری روسیه هم اکنون سفارایی میکنه و اینو پوتین دیروز دوباره مطرح کرده. پوتین چنین مطرح میکنه که تا به حال، اینو دیروز آقای پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح کرده، میگه 20 طرح تروریستی بعد از حملات هوایی روسیه در سوریه کشف شده، یعنی خونسا شده 20 طرح تروریستی. و آقای پوتین مطرح میکنه که در روزهای گذشته 120 نفر از شبه نظامیان رادیکال اسلامی در داخل روسیه کشته شدند و چنین مطرح میکنه که در کنار 120 نفر کشته 560 نفر از نیروهایی که از سوریه وارد روسیه شدند اینا دستگیر شدند. و جالب اینه که خود رویترز، خبرگزار رویترز، چند روز پیش چنین مطرح میکنه که یک سلولی، یک نیروهایی، یک هیئتی، در واقع هیئت مخفی که وارد روسیه شده، خواهان این بوده که با انفجارهایی که در مترو مسکو به وجود میاره بتونه باعث اختشاش در داخل مسکو بشه. شما میدونیم که در سال 2010 مترو مسکو منفجر شد، نیروهای رادیکال اسلامی نقش بازی کردن و رویترز چند روز پیش مطرح میکنه که یک طرح تروریستی بدین ترتیب بوده که دوباره به مترو مسکو حمله بکنن و این طرح خونسا شده. و بنابراین باید به این مطلب اشاره بکنیم که روسیه احساس خطر
عمل میکنه، احساس خطر شدیدی از جانب سوریه میکنه. همکنون طبق گفته خود منابع مطبوعاتی و سیاسی و امنیتی غرب، در حدود 4000 نفر نیروهای رادیکال اسلامی از چچن و از داغستان در داخل سوریه مبارزه میکنن و در اونجا قرار دارن و این خطر بزرگی برای روسیه است. و طبیعتاً برای من تعجب آور بود که چرا تا کنون روسیه دخالتی در داخل سوریه نکرده بوده. دوست دانش، من این نامه‌ای که ویکیلیکس منتشر کرده از آقای برنان رئیس CIA، که قبل از اینی که ایشون رئیس CIA بشه و قبل از این که به عنوان مشاور امنیتی آقای اوباما انتخاب بشه، در یک شرکت امنیتی کار میکرده و در اونجا به مواردی اشاره کرده که سیاست آمریکا باید در منطقه به خصوص با ایران این باشه که ایران رو تقویت بکنه، برای اینکه ایران یک کشور پرجمعیتی در منطقه، قدرت در منطقه و در آینده هم میتونه در سرنوشت بسیاری از کشورهای همسایه‌اش نقش بازی کنه. متاسفانه ایشون نظرش اینه. ولی از یه طرف دیگه ما میبینیم که سیاست آمریکا هم تقریبا داره اینطوری پیش میره که بیشتر توجه رو روی ایران معطوف بکنن. از ظواهر هم برمیاد که دارن روی نقش ایران در آینده، اگر چنانچه دوری بکنه از مسئله کمک به تروریستا از جمله حزب الله و حماس و جهاد اسلامی اینا، بیشتر نقش ایران رو تو منطقه بزرگ کنه. ولی از اون طرف ما میبینیم به عربستان اینا سیل اسلحه به طرف عربستان سرازیره. الان 3 تا ناو جنگی فروختن به عربستان، 3 تا ناو جنگی جدید و مدرن، و همینطور مشغول فروختن هواپیما و موشک و نمیدونم اینا. این چه بازیه واقعا در منطقه؟ ببینید آقای فرجی، اگه یادتون باشه در برنامه خود شما ما در ماهای گذشته موقعی که در رابطه با توافق اتمی صحبت می‌کردیم، تزی را ما مطرح کردیم، تزی را من مطرح کردم و مورد تایید شما هم قرار گرفت که در شرایط کنونی منطقه و خاورمیانه با آتش عظیمی که بزرگ شده، در واقع این جمهوری اسلامی است که مکمل سیاست آمریکا در منطقه شده. ببینید، من به خاطری که تایید بشه این تزی که من مطرح کردم و تزی که با هم مشترکاً در این برنامه باز کردیم، به یک گفته یکی از رهبران سازمان CIA آمریکا اشاره میکنم، شخصی به نام رابرت باور، یکی از معروفترین جاسوسان CIA آمریکا که مدت 20 سال در منطقه خاورمیانه فعالیت میکرده. اون میگه که آمریکا توجهی به سیاست عربستان سعودی و همپیمانش عربستان سعودی نداره. باور میگه که آمریکا میدونه مشکل اصلی را عربستان سعودی در پدیده سلفی ها و داعش و نیروهای رادیکال اسلامی بازی کرده. اینو در واقع کسی میگه که خودش در سازمان سیا بوده، 20 سال در منطقه خدمت میکرده. و موقعی که شما صحبت های برنن رو گوش بکنین، برنن درسته که در اون زمانی که این صحبت ها رو کرده در سال 2007 و این تز رو مطرح کرده که باید به ایران نزدیک شد و از اهرم ایران استفاده کنه، در واقع همون صحبتی است که ما چند ماه پیش مطرح کردیم. یعنی برنن چنین مطرح میکنه، رئیس کنونی سیا، که باید از اهرم ایران باید استفاده کنیم در منطقه و باید به ایران نرمش نشون بدیم. یعنی در صحبتامون نرمش به خرج بدیم. حتی اشاره میکنه که اینا در افغانستان به ما خیلی کمک کردن و ما حتی تشکر معمولی هم نکردیم. کاملا. ببینید، آقای برنن از سال 1980 تا 2005 عضو سازمان CIA آمریکا بوده، یکی از اعضای اصلی سازمان CIA بوده. بعداً در واقع در سال 2009 مشاور امنیت ملی، یکی از مشاورین امنیت ملی آقای اوباما میشه. سیاستی که آقای اوباما بعداً در رابطه با ایران پیاده کرد و منطقه پیاده کرد، در واقع یکی از مشاورین اصلی این سیاست خارجی آقای برنن که بعداً رئیس CIA میشه، اینو مطرح میکنه. پس بنابراین باید به این مطلب یک بار دیگه اشاره بکنیم. موقعی که ما امروز نگاه بکنیم که در داخل منطقه چه میگذره، آقای فرجی، متاسفانه باید اینو مطرح بکنیم. یعنی شما موقعی که به افغانستان رجوع بکنید و افغانستان امروز با آتش جدیدی روبروست و طالبان روز به روز دارن تقویت میشن و بیشتر جاده های افغانستان در کنترل طالبان قرار گرفته، در حدود 180 ناحیه و شهرهای افغانستان در کنترل طالبانه، بخش زیادی 80% از خاک افغانستان در شرق و جنوب توسط طالبان کنترل میشه و طالبان اینقدر جسور شدن که در شمال افغانستان به مهمترین پایگاه شمال افغانستان کندوز حمله میکنن و اونو تصرف میکنن و بدون حمله نیروهای هوایی آمریکا امکان نداره
داشت که بتونن طالبان از اونجا در واقع برونن و ما در این شرایط قرار داریم. وضع افغانستانه، وضع سوریه رو که میبینیم در واقع سنگ رو سنگ بند نمیشه و امروز روسیه مجبور شده در سوریه فعالیت بکنه. در لیبی که میدونیم در واقع سه دولت وجود داره، دولت منتخب مردم که در شمال شرق لیبی اون در اونجا حکومت میکنه، به اصطلاح حکومت میکنه، حکومتی وجود نداره. در داخل خود پایتخت ترابلس نیروهای رادیکال اسلامی و نیروهای اخوان المسلمین هم که حکومت در دست دارن و تمام بندرهای مهم لیبی در کنار مدیترانه داعش قدرت داره و مهمتر از همه در تمام شهرهای لیبی این نیروهای رادیکال و میلیشیای رادیکال هستن که قدرت در دست دارن. یعنی باید بگیم ملوک و طوایفی در تمام منطقه لیبی. این شرایطی است که به وجود آمده و آمریکا نمیتونه از اهرمی که متاسفانه باید بگیم اهرم جمهوری اسلامی صرف نظر بکنه، با تمام جنگ روانی که آقای خامنه ای را میندازه، تمام جنگ روانی که خامنه ای را میندازه به این خاطر آقای فرجی که از آمریکا بخواد که نظام جمهوری اسلامی رو تضمین بکنه. یعنی آمریکا بیاد علنا اعلام بکنه که هیچ دشمنی با نظام جمهوری اسلامی نداره. تمام خواستهایی که دیروز آقای خامنه ای در مقابل روحانی مطرح کرده که آمریکا باید عمل بکنه، به نظر من هدفش اینه که آمریکا و غرب چنین تضمینی رو بکنه، ولی عملا چنین چیزی وجود داره. آمریکا و غرب در این شرایط بحرانی منطقه به ایران حمله نخواهند کرد و خواهان این نخواهند بود که در واقع نظام جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. این تزی است که من میگم. ولی این که با آمدن، توجه بکنید، با آمدن سرمایه خارجی و صدها میلیارد سرمایه خارجی از داخل ایران، باز شدن فضای اقتصادی که باعث این خواهد شد که با فضای سیاسی هم تا اندازه باز بشه، چه وضعی در ایران به وجود خواهد آمد و مردم ایران چه نقشی را در ایران بازی خواهند کرد، این مطلب دیگری است. ولی آن چیزی که آمریکا در شرایط کنونی نمیخواد اینه که رژیم جمهوری اسلامی تضعیف بشه و باید اینم مطرح بکنیم. آقای فرجی، من یک بار این نتیجه گیری خودم بکنم، متاسفانه با آمدن داعش و نیروهای بسیار رادیکال در سوریه که مورد حمایت عربستان سعودی، قطر و ترکیه هستند و متاسفانه آمریکا هم از این نیروها پشتیبانی می‌کرده، ما اتفاقی در منطقه افتاد در سال 2013. با آمدن داعش موازه رژیم جمهوری اسلامی تقویت شد تا سال 2013. موقعی که شما از من سوال می‌کردین که درباره اوضاع ایران نظرم چیه، من همیشه به این مطلب اشاره می‌کردم که رژیم جمهوری اسلامی در حال سرآشوبی است و اینا صدها بار با اینو مطرح کردم. ولی با آمدن داعش و نیروهای رادیکال جبهه النصرت و احرار الشام که مورد حمایت عربستان و حتی آمریکا بودند و هستند، متاسفانه هنوز هستند، باعث این شد که بزرگترین کلاه در تاریخ منطقه خاورمیانه روی سر مردم ایران گذاشته بشه و امروز ببینیم که رژیم جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی با جنایات‌های عظیمی که در ایران انجام داده و حقوق بشر رو پایمال کرده امروز در حال تثبیت. ولی امید من اینه که با آمدن سرمایه خارجی، صدها هزار نفر نیروهای متخصص خارجی و این که در واقع فضایی باز بشه که میلیون‌ها متخصص ایرانی وارد کار بازار کار باشن، این فضا شکسته بشه و مردم ایران بتونن به خواسته های خودشون و اهداف سیاسی خودشون روز به روز نزدیکتر بشن. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز. همینان گرامی، با سپاس از دکتر دانش و با سپاس از امیر شهرتی و شما همینان گرامی، بازم به این موضوع اشاره میکنم. از دو سه روز دیگه قرار تلویزیون پارس همیاری رو آغاز بکنه. حقیقتش اینه که من بارها به آقای شجرم گفتم از این خونسردی ایرانی ها به خصوص در لس آنجلس من بسیار بسیار نگرانم و ناراحتم، برای اینکه براشون اصلا عصبیت است. مثل این که تلویزیونی وجود داشته، کاسبی خودشونو میکنن، کارهای خودشونو میکنن، دوست دارن برن ایران بیان، اسمشون هم جایی مطرح نباشه، بعدم بعدشون هم نمیاد که یه عده اینجا یه کارایی بکنن که اونا بعدشون بهتر بشه. من امیدوارم این بار در این همیاری عده بیشتری شرکت کنن، این شرکت های ایرانی که در لس آنجلس و در کالیفرنیا هستن یا در سراسر امریکا، آگهیشون رو به ما بدن و مردمی که مورد خطاب ما هستن یادشون باشه که این تلویزیون یه تلویزیون مردمیه و باید بهش کمک شه. ما اگر شجره میتونست با این دست دراز کردن جلوی خیلی از سازمان‌های امنیتی و کشورها
این تلویزیون رو پربار کنه، ولی خود شجره میدونه، چون من میدونم که خودش این کارو نمیکنه، چون اگه میخواست بکنه تا حالا کرده بود. هیچ کدوم از ماها که اینجا کار میکنیم اینجا نبودیم، بنابراین به یه همچین تلویزیون خوب و پاکیزه که متکی به شماست باید کمک بکنید. هم میانان گرامی، با سپاس از شما تا برنامه آینده، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.